بیننده های عزیز و گرامی، خوش آمدین به ادامه برنامه اسراریوا. ممنون از همراهی شما و از اینکه با نگاه های گرم و مهربان خود برنامه اسراریوا دنبال میکنین. جناب دکتر صاحب محمد ابوبکر نظری، متخصص ارتوپدی اطفال، در این برنامه با ما هستند و میخواییم درباره عفونت استخوان صحبت های جناب دکتر صاحب با خود داشته باشیم. سلام، خیلی خوش آمده این وقت شما بخیر. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران حاضر در استودیو و تمام بینندگان عزیزی که از طریق پرده تلویزیون اصلاح هم اکنون بیننده ما و شما می باشند. سپاسگزاریم. خیلی خوش آمده این جناب دکتر صاحب گرامی. یک بحث بسیار مهمی قراره با شما صحبت باشه و بحثی برمیگرده به حیات یک فرد و حیات یک انسان. همانا بحث عفونت استخوان خیلی مهمه. اگر به موقع متوجه فرد نشه و پیگیری نشه، شاید عواقب بسیار بدی در پی داشته باشه که انشاءالله بیشتر در ادامه میدانیم. اما قبل از میخواییم بدانیم مثلا عفونت استخوان چی هست؟ در کل خود عفونت استخوان مثل دیگه قسمت های بدن که میکروب وقت مداخله میکنه به هر قسمت از بدن، باعث ایجاد عفونت میشه. عفونت را اگر عام‌تر بگیم، یعنی تخریبات همون نسج همون قسمت را به نام عفونت همون قسمت میگن. وقتی که عین شکل دیگه قسمت ها میکروب داخل استخوان شد و مداخله به استخوان کرد، باعث ازی میشه که در استخوان عفونت به وجود بیه و در مراحل پیشرفته تر باعث تخریبات کامل استخوان میشه که یک مریضی بسیار جدیه که اگر به صورت یعنی سری تداوی نشه، باعث ازی میشه که تا در آینده برای طفل معیوبیت ایجاد بشه. از جایی که مریضی حدوداً 88% مریضی در نزد اطفال میباشه و تقریباً 12% نزد کاهلای، و می خاطر در نزد اطفال باید توجه بیشتر صورت بگیره، چون فیصدی زیاد نزد از اینا اتفاق میفته و بیشترین استخوانی هم که این مریضی درگیر میکنه استخوان قسمت ران اطفال میباشه که میتونه باعث معیوبیت بسیار شدید نزد طفل بشه. بله، در نزد عموم امکان داره ایجاد بشه، ولی در نزد اطفال حساس تر. بسیار خوب. اگر درباره فاکتورهای ایجاد و یا هم به وجود آمدن این عفونت در استخوان یا در نزد اطفال یا عموم در نزد بزرگسالا صحبت داشته باشین، بسیار. در کل در قسمت فاکتورهای خطر از او وقتی که ما صحبت داشته باشیم، یکی از مهمترین فاکتورهای خطر از او ضعف معافیت. بله. وقتی که قوه دفاعی یا معافیت بدن ضعیف باشه، میکروب خود را در مقابل بدن قوی احساس میکنه و باعث ازی میشه که وارد بدن و در هر قسمت بدن، خصوصا در قسمت استخوان وارد بشه و غالب بشه و باعث ایجاد مرض بشه. که معافیت ضعیف به چی علتا به وجود میاد؟ در اطفال که است به صورت عموم معافیت به تناسب کاهلا که است خودی و خامتره و این ضعیفتر میباشه که باید متوجه از این موضوع باشیم. پلو از او بعضی از امراض هم هست که معافیت را ضعیفتر میکنه، مثل خود مریضی قند یا دیابت که نزد بعضی از اطفال وجود داره که میتونه یکی از فاکتورهای خطر باشه. پلو از او کمخونی خود از او میتونه یک مریضی باشه که معافیت ضعیف میباشه و ممکن مریض به علتهای خیلی یک چی جزئی باشه ایجاد استومیالید یا خود هم عفونت استخوان بشه. دیگه بعضی فاکتورها دیگه هم وجود داره که معافیت ضعیف میکنه، خصوصا استفاده از بعضی از دواها. بله. استفاده سرخود بعضی از دواها که به نام خانواده دواهی است به نام استروئید استفاده میکنن بعضی از مردم، که حتی به عنوان دوای چاقی استفاده میشه که بله. بدبختانه کدام چاقی به وجود نمیاره، فقط کاری که میکنه او تجمع مایعات در بدن زیاد میکنه که وزن زیاد معلوم میشه که مردم فکر میکنن چاق میشه، اما یک کاری است که در کل خود از اونا به دست خود معافیت را ضعیف میکنن و خود مستعد به عفونت تمام قسمت های بدن میکنن. دیگه فاکتورهایی که به پهلوی از این ضعف معافیت میتونه باعث ازی بشه، انتانات متکرره یا میکروب های متکرر. بعضی اطفال هستن که عموما تقریبا گفته میتونیم دائمی مریضن اینا. بله. یعنی یا گلودردن که متواتر مکرر، یک هفته خوبن دو هفته باز مریضن. این اطفال در خطر خیلی زیاد قرار دارن که اینا از نزینا عفونت استخوان اتفاق بفته. دیگه بعضی ضرباتی که وارد میشه به قسمت دستا یا پاها، وقتی که به استخوان هر قسمت از بدن استخوان ضربه وارد میشه، خود از او در همون ناحیه که ضربه اتفاق میفته در حقیقت یک تورم ایجاد میشه که ما و شما قسما تجربه کردیم، همه ما و شما، که تورم در نوع ایجاد میشه. این تورم خود از او در حقیقت یک خونریزیه که زمینه یا بستر بسیار مناسبه برای رشد میکروب میباشه. در صورتی که به دقیق قسمت های بدن میکروب باشه، میایه به این قسمت توزع میکنه به مجاورت استخوان و باعث سیاه شدن یا خودم عفونت استخوان میشه.
که اینا در حقیقت فاکتورهای خطره که ممکن باعث استیومیلیت یا موفونت استخوان بشه. اما اسباب از این که است، هر سببی که میتونه در دیگه قسمت‌های بدن باعث خود عفونت بشه، با استخوان هم میتونه باعث عفونت بشه با. که از جمله میتونه مثلا باکتری ها باشه، ویروس ها باشه، پارازیت ها یا دیگه چیزا باشه، که مهمترین از او باکتری های که از باز از بین باکتری ها مهمترین از او خود یک باکتری هست به نام استافیلوکوکس آری است که مهمترین سبب خود استیومیلیت یا عفونت استخوان میباشه. بله، و درباره فاکتورهای خطر صحبت شد. یک نکته بسیار مهمتری که اینجا نیاز است بیشتر دقت بشه، راه‌های انتقال میکروب به استخوان هست. شما اشاره کردین درباره بعضی عفونت‌ها و اینا که دلایل به وجود آمدن از او، اصلا راه انتقال از او چگونه به استخوان میرسه؟ راه‌های انتقال از این، مهمترین راه انتقال از از طریق خونه. یعنی وقتی که ما و شما مثلا دگه قسمت های بدن خب عفونت داشته باشن، مثلا اطفال ناظرین وقتی که گوش درد میشن یا گلو درد میشن، انتون ممکن از قسمت گلو به داخل خون انتشار پیدا کنه و از طریق خون میفهمیم خون به تمام قسمت های بدن ما و شما منتشر میشه. وقتی که از طریق خون به استخوان توزع کرد، باعث از این میشه که در استخوان عفونت استخوان به وجود بیاد، یا خود سیاهی استخوان که عوام بیشتر استفاده میکنن، که یکی از مهمترین راه‌های انتقال از اون میشه. دیگه راه‌های انتقال هم داره که میتونه به صورت مستقیم مثلا وخزه شدن یا وقتی که سوزن به قسمت از استخوان تماس پیدا میکنه. یک سوزن هست که آلوده با میکروبه، وقتی به قسمت از بدن این سوزن فرو میره، وقتی به استخوان برسه خود از همراه خون انتان یا همون میکروب انتقال میده و باعث سیاهی استخوان میشه. دیگه به صورت غیر مستقیم یا از مجاورت هم میتونه انتقال پیدا کنه. زورک یک چیز خیلی عامه که ما شما خیلی بشنیدیم، یک آبسه سطحی میباشه که مربوط جلده. وقتی این زورک اما انتان از او یا میکروب از او پیشرفت بکنه در مجاورت استخوان باشه و خود قرب استخوان برسانه، خود از این میتونه از طریق مجاورت باعث از این بشه که استخوان سیاه بشه یا مو عفونت بکنه. بله، از جمله راه‌های انتقال خود اصل گفتیم بحث خونه. بله، حتما یک سری علایمی هم داره جناب دکتر. سه وقت علایم رو متوجه شدن، حالا بحث تداوی مطرح میشه. بله، مراجعه به دکتر صاحب. بله، علایم از این مهمترین علایم از این که است، یعنی یکی از مهمترین علایم از این، درد بسیار شدیده. بله، وقتی طفل به یک قسمت از بدن خود عفونت داره، خصوصا در قسمت استخوان، یک درد بسیار شدید میشه که دلیل مراجعه از یک تا به دکتر میشه. ولو از اینکه درد داره مریض، تب بسیار شدید داره، لرزه داره مریض، با مو ساحه که استخوان عفونت کرده در اون قسمت تورم شدید هم داره. استخوان همو پا یا دست هر قسمت که باشه خیلی ورم میکنه یا اصطلاحاً اماس میکنه. ولو از او در ناحیه سرخی پیدا میشه، طفل از اون نهایت خود استفاده نمیکنه. یعنی اگر دستی باشه دست خود با متوالت آویزان میگیره، اگر پای باشه به صورت لنگ لنگ راه میره، اما از پا خود استفاده نمیکنه، به خاطر که استفاده از او باعث شدت درد از او میشه، باعث رنجیدن از او میشه، و همین خاطر کوشش میکنه که از طرف خود استفاده نکنه. دیگه به پلو از او اگری که به صورت عاجل مراجعه نشه، یعنی وقتی کمی فاکتورهای ابتدایی دیده شد و مراجعه نشد، حالت میشه که میکروب به تمام خون منتشر میشه. وقتی منتشر شد باعث اعراض علائم شدیدتر میشه که ممکن مریض را تا بیهوش بشه شفاخانه به ما مراجعه بکنه مریض. بله، در ابتدا اشاره کردین که بحث علایم، وقت فرد متوجه بشه و به موقع مراجعه بکنه به نزد دکتر، آیا اهمیت بالاتری داره نسبت به اینکه دیرتر مراجعه بکنه؟ در کل اهمیت مراجعه به موقع رو می‌خوایم بیان بکنه. 100% وقتی که مریض سریع مراجعه میکنه به دکتر، یعنی ابتدایی ترین علایم از او که گفتیم مهمترین از او درده. بله، وقتی که یک درد جزئی از مریض پیدا میشه، از ابتدا اوت درد شدید نداره، اما وقتی که به مرور زمان پیشرفت میکنه درد از او شدیدتر میشه. اگر به همو درد جزئی پایواز مریض، یعنی مادر یا پدر یا موالدین از او بیان سری مراجعه بکنن، در کل از عوارض بیشتر از این جلوگیری میشه. مهمترین وقتی که یعنی در ساحه استخوان میکروب موجود باشه، ای از انتشار از این به خون جلوگیری میکنه. یعنی وقتی که ما سری مراجعه نکنیم زیادتر به خون منتشر میشه. وقتی زیادتر به خون منتشر شد، تمام سیستم های بدن رو مختل میکنه، حتی احتمال از این رو داره که به صورت آنی باعث مرگ مریض بشه. یعنی اگه سری مراجعه نشه باعث مرگ مریض هم میشه. دیگه استخوان رو کمتر تخریب میکنه، یعنی ممکن یک قسمت خیلی جزئی یا کوتاه از استخوان تخریب بشه وقتی که به صورت سری مراجعه بشه، حتی اصلا ممکن تخریب نشه. اما وقتی که به صورت مؤخر مراجعه میکنه، ما مریضای داریم که خیلی به صورت مؤخر مراجعه میکنن، یا به دلیل کمبود امکانات یا خود از اونها
کمتر به مسائل فکر میکنن و دقت میکنن، تمام استخوان به صورت کامل درگیر میشه که این یک معیوبیت مدام العمر برای طفل به وجود میآید. دیگه از مصارف بیش از حد هم جلوگیری میشه. وقتی که به صورت آنی، وقتی که به صورت عاجل به شفاخانه مراجعه بشه، از مصارف بیشتر هم جلوگیری میشه. دوای کمتر استفاده میشه. ممکن وقتی که در مراحل ابتدایی مراجعه بشه، با دو قلم دوای خیلی ابتدایی مریضی مریض تداوی بشه. اما در صورتی که در مراحل شدیدتر مراجعه بشه، شاید دواهای خیلی قیمتتر و دواهای خیلی قویتر ضرورت بشه. که خود از او هم برای مریض یک نقطه فشاری میباشه و هم برای دکتر. ممکن مریض اصلا پس به حالت اولی خود بر نگرده. دیگه او از او هم کمتره، یعنی برگشت از او هم کمتره. شاید با یک دفعه تداوی جور شد، دیگه هیچ وقت مصاب به همین میکروب استخوان نشد. اما وقتی که به صورت مؤخر مراجعه میکنن، یعنی بعد از سپری شدن مدت مراجعه میکنن، امکان از این داره که حتی جور بشه با خیلی، یعنی به صورت اندک جور بشه، یک ماه دو ماه بعد دوباره پس رجعت کنه با این حالت بیاید. بعضی اوقات میشه از حالت ستی، یعنی از حالتی که خیلی کوتاه مدت یک ماه طول میکشه، دو ماه طول میکشه، امکان داره که به حالت بره که یک سال طول میکشه، به حالت طولانی مدت یا مزمن تبدیل بشه. وقتی به حالت مزمن تبدیل شه، احتمال از این داره چون استخوان ضعیف میشه با میکروب استخوان. وقتی استخوان ضعیف شه، احتمال از این داره که با شکستگی های استخوان مراجعه کنن، که این شکستگی ها به تناسب شکستگی هایی که به صورت عادی اتفاق میفته خیلی خیلی دیرتر جور میشه، حتی احتمال از این است که اصلا جور نشه. بله. و در نتیجه دیر مراجعه کردن به دکتر و یا هم مراجعه نکردن به موقع عواقب منفی و بد خواهد داشت. حالا در نزد بزرگسالان خود از اون متوجه میشن، حالا در نزد اطفال والدین مسئولن، وقتی متوجه علایم میشن باید فورا اقدام بکنن تا که خدای نکرده آینده یه طفل از اونا به خطر مواجه نشه. بس عفونت استخوان چقدر شایع در بین مردم ما؟ حالا گرچه تمامی امراض به نحوه هر فرد امکان داره بعضی عفونت ها درگیر باشه، اما بحث خود عفونت استخوان چقدر شایع در بین مردم؟ اگر بدبختانه بگم، عفونت استخوان یکی از مریضی هایی که بیشتر نزد مردم فقیر به وجود میاد، به خاطر که سطح حفظ و سخم پایین تره در نزد از این قشر از مردم و پلوی از او معافیت از این هم ضعیف، به خاطر تغذیه سالم ندارن. وقت تغذیه سالم نبود، به صورت اوتومات معافیت هم ضعیفه. وقت معافیت ضعیف بود، میکروب طبیعتاً یک میکروبی که فرصت طلبه به داخل بدن وجود داره، اما در به صورت ابتدایی باعث مریضی نمیشه. وقتی که هم زمینه مساعد ببینه، این میکروب هم باعث مریضی میشه که یکی از امراض فقرا میباشه. که از جایی که کشور ما و شما قشر بیشتر از او فقیرا میباشه، پس شیوع از این در کشور ما و شما زیادتره. یعنی یکی از امراض کشورهای فقیر می باشه. بله، متاسفانه. و به امید روزی که دیگر شاید این عفونت ها، میکروب ها، مریضی ها و امراض نباشه، انشاءالله جامعه سالم و عاری از مشکلات و ویروس ها داشته باشیم. جناب دکتر، سپاس از حضور شما. اگر کدام حرف و صحبت باقی مانده که در لابلای سوالات مطرح نشده یا پیامی داشته باشه، در اخیر از شما میشنم. در بحث پیشگیری خوبه که بعضی نکات گفته بشه. بله. والدین گرامی باید متوجه باشن در قسمت پیشگیری مرض، یعنی از مهمترین فاکتورها در قسمت پیشگیری از او رعایت حفظ و صحه، که حفظ و صحه اطفال خود باید رعایت بکنن، طفلار باید تشویق کنن که دستای خود را همراه صابون بشویند. دیگه محیطی که در او زندگی میکنن، والدین باید خیلی به او توجه کنن. بله. که پاک باشه. اگر خدای نخواسته به دستا یا به پاهای طفلا کدام زخم چیزی به وجود میاد، باید خیلی دقیق پاک نگه داشته باشه و پانسمان به او صورت بگیره تا یک دریچه برای ورود میکروب نباشه به داخل بدن. دیگه به پلوی از او معافیت اطفال نازنین خور باید قوی بکنن، که این معافیت قوی کردن معافیت گفتیم که بعضی امراض باعث ضعیف شدن معافیت میشه، که باید امراض کنترل کنن. دواهایی که گفتیم صد خودسرانه استفاده میکنن باید استفاده نکنن. تغذیه طفل باید حتما سالم باشه، که این چیزا باید حتما مادران گرامی خصوصا مد نظر داشته باشن. دیگه آموزش والدین خیلی مهمه. علائمی که قبلا ذکر شد، این علائم باید حتما مد نظر مادر باشه، یعنی به عنوان یک هشدار برای والدین باشه، که یعنی به مجرد ای که به این علائم مواجه میشن، به صورت عاجل به مرکز سی مراجعه کنن تا
وقتایی که طفلک نازنینشان تداوی شه و از عواقب ناخوشایندی که نزد مریضا به وجود میایه که مثل معیوبیت و حتی خطر مرگ هم هست جلوگیری صورت بگیره و طفلای نازنینشان صحتمند باشن. سپاسگزاریم جناب دکتر. یک نکته قابل ذکری که در لابلای سوالات شما طرح شد، گرچه بحث برنامه دواهای خودسر نیست ولی از جمله عوامل به وجود آمدن این بحث عفونت میشه، متاسفانه خیلی کم توجه میشه و برای اصلا شاید دقت نشه. در بعضی جاها فردی مراجعه کرده به نزد دکتر معالج با همون دوایی که تجویز شده خوب شده و او دوار او فرد باز برای دیگرها توصیه میده، میگم با همین دوا خوب شده شما هم از این استفاده بکنید، در حالی که بزرگترین ضرر از لحاظ صحی میتونه وارد بکنه. بله، تشکر جناب دکتر سید محمد ابوبکر نظری، متخصص ارتوپدی اطفال، از حضور شما در برنامه عصر عریض. سلامت باشین، خیلی ممنون. و تشکر میکنم از شما بیننده های عزیز و گرامی برنامه عصر عریض و ممنون از اینکه برنامه امروز ما رو تماشا کردین. امیدوارم از داشته ها، مطالب و بخش هایی که تقدیم حضور شما شد مستفید شده باشین. شب و روز شما خوش، تا برنامه بعد، الله حافظ و نگهدار شما باد.